وکیل صاحب سلام، وقتتان بخیر، امیدوار هستم خوب باشید. تشکر از اینکه بر ما وقت دادید که در برنامه کاکتوس یک بار دیگر من میزبانتان باشم. یک بار در افغانستان و در کابل در روزهایی که شما در پارلمان بودید و من هم در کابل در تلویزیون یک، و حالا در ما در بیرون از افغانستان. امیدوار هستم که خوب باشید. وکیل صاحب کمی در مورد خودتان بگویید، کمی از اوضاع و احوال بگویید و کمی از موضوعات افغانستان، از آخرین اخباری که میشنوید بگویید، و بعد از او باز انشاءالله قصه را مفصل شروع میکنیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم لشکری صاحب که یک بار باز میمان شما شدیم، یک بار در افغانستان میمانتان بودیم. زنده و سلامت باشین دیگه. حال متاسفانه که ما شما در کشور افغانستان نیستیم. وضعیت افغانستان بهتر نیست، وضعیت روز به روز میبینیم که روز به روز وخیم شده میره. خدا رحم خدا کنه سر مردم افغانستان و سر ملت افغانستان، اگر در داخل افغانستان است یا کشور است در خارج از افغانستان است، پروردگار دیگر خودش رحم خدا کنه انشاءالله. وکیل صاحب در این روزها از کابل چی میشنوید؟ از امارت اسلامی چی میشنوید؟ از وضعیت مردم در افغانستان چه چیزی میشنوید؟ اوضاع چگونه است در افغانستان؟ در کابل مردم 90% در فقر زندگی میکنن و وضعیت بهتر نیست، خوبتر نیست. وضعیت امنیتی بهتر نیست. شما دیدین در داخل خود وزیر اکبر خان از طریق فضا تیاره به سرنشین یا به پیلوت آمدن عملیات کردن، اون کل جهانیان خبر شد و مردم افغانستان هم و روز بر روز هم میبینیم که وضعیت بهتر نیست. در هر جای چند روز پیش در غرب کابل خیلی مردم از بین رفت و در کارته سخی جنگ شد. 6 ساعت 7 ساعت درگیر بودن یکی با داعش و بین طالبا. ما میخواییم در افغانستان امنیت باشه و مردم در یک فضای آرام زندگی کنن و امارت اسلامی باید حکومت کنند. مردم مسئولیت دارند که برش زمینه کار مساعد کنند. مردم از فقر دور شوند. باید مامورینی که کم از کم 1.5 میلیون نفوس ماش میگرفت از دولت، اونا خودش خانه نشین هستند. اونا دیگه کدام دهقانی و دوکانداری و دیگه کار ندارند. مردم در فقر زندگی میکنند. مردم افغانستان. وکیل صاحب در مورد حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی‌ها در کابل یاد کردید، من می‌خواستم در ادامه برنامه به این موضوع بپردازم، اما شما گفتید و حالا می‌خوایم کمی در مورد صحبت کنیم. طالبان مکرر از چندین سال به این سو ادعا کردن در نزد جامعه جهانی که هیچ ارتباطی با القاعده ندارد، اما رهبر القاعده در کابل توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی‌ها زده می‌شود و از بین میره. طالبان در حال حاضر هم ادعا میکنه که ما از حضور رهبر القاعده در کابل و در افغانستان بی اطلاع بودیم و ما هیچ اطلاعی مبنی بر این موضوع نداشتیم. چقدر این موضوع از سوی شما قابل قبول است؟ آیا واقعا امکان داره که رهبر القاعده در کابل باشه و امارت نشینان بیخبر؟ در مورد صحبت های از اونا ملت افغانستان قضاوت کنند. خیبازه هیچ حکومت وجود نداره که اونا آگاهی نداشتن که در خود وزیر اکبر خان که 200 متر را از درگ ریاست جمهوری دورتر است. نگه اونا که هیچ آگاهی ندارن، بازه هیچ حکومت وجود ندارن. در این شکل نیست که رهبر القاعده از گرفتن طالبا پیش اولاق مرد زندگی میکنن. وقتی که طالبا در داخل افغانستان آمدن، بعد از 45 روز که طالبا در کابل بودن و امریکایی ها و خطه 01 اونجا حضور داشتن، 31 روز، من فکر میکنم که بعد از 31 روز 45 روز بعدش امی شبکه القاعده آمدن در داخل کابل و من خودم هم در کابل در افغانستان بودم، میدیدم که عربی هم اونجا میگشتن و چینی هم میگشتن. ای به خیر افغانستان نیست. افغانستان یک کشوری است. شما فکر کنین که بر ما ملت افغانستان مهم است، بر ما مردم افغانای خود ما مهم است. 43 سال در کشور ما جنگ شدند. حال واقعیت 34 ولایت افغانستان پیش طالباست، اونا حکومت کنند و دیگرها رو وقت ندن. یک بار اگر بیاد داشته باشین 25 سال پیش
از همه در نی افغانستان بود، امریکایی ها سرشان صدا کردن که بر ما بیدن و باز یک نشست کردن بزرگان قوم و مستفیدهای قوم و با جمع علما در کانتینوتل در اونجا ما هم بودیم. ما یک نظر دادیم که همی از همه میمان ما بود، در وقت روسا با مجاهدین کمک کرده بود، من خود ما مجاهدین هستم، بیک یک فیصله کنیم و میره بگیم تو میمان یک روز دو روز بره به کشور خود. اینا گفتن نه، اما غیرت افغانی ما خراب میشه و این را قبول نکردن. یک میلیون نفوس افغانستان شهید شد و خارجی ها به خاطر منافع خود امریکایی آمده بود با جمع انگلیس ها افغانستان ایوازی که بهتر بسازه خرابتر ساختن و 20 سال ما مخالف فضیان بودیم که قطعه 01 و امریکایی ها سر مردم عملیات میکرد، در تویا بمبار میکرد، مردم را در هر خانه میره 5 نفر 6 نفر را شهید میکرد. شما بهتر میفهمین که ما در پارلمان افغانستان مخالف امریکایی ها بودم، مخالف پیمان امنیتی از واقع امضا میشد، ما کارت سرخ گرفتم با جمع دیگر وکیلا داخل تالار ترک گفتم برآمدم. ما در او آدم مخالف ازی بودم چرا افغان کشته شده و حالا مخالف عظمی امارت اسلامی را میگم که اگر واقعیت شما حکومت میکنین افغانستان خانه تمام من افغان هاست. سعیس خوب از 34 ولایت گرفته، امریکایی ها شکست کرد یا برآمدن، در کابل شما فعلا حضور دارین، حال شما حکومت کنین، حکومت کنین افغانستان را بسازین. وقتی که حکومت در 43 سال جنگ بود، حالا هیچ کسی هم نیست و مقاومت هم وجود ندارن، خیلی رو هر روز قدر هموطنهای ما شهید میشن، دیگه خارجی هایی که هستن یا اونا را بگیرن مثل دیگه کشورها واره بر از اونا پاسپورت افغانی بودن، بگید امی افغانستان دیگه از جنگ دست بکش همیجا زندگی کن و کسایی که از خاک افغانستان علیه دیگه و کشورها فعالیت میکنن یا علیه دیگه کشورها اونا میخواین که از خاک افغانستان استفاده کنن، من شخصا مخالف از این گپ هستم، این به خیر افغانستان هم نیست. و شما خودتان قضاوت کنین که اگر کسی که افغان است، من خودم خدا شاهد است که رنج میبرم، کمی افغانای ما در روز چقدر نفر به مرز ترکیه میرن، زن مرد، و چقدر به طرف پاکستان میرن، چقدر از راه قاچاق به پاکستان میرن، به کشورهای خارج میرن، در بحر غرق میشن. همین ما افغانا چقدر درد میکنیم، ما افغانا چرا بالا یکی دیگه خود ظلم کنیم، ما افغانا چرا یکی دیگه خود بکشیم، چرا یکی به دیگه جنگ کنیم. همین جنگ 43 سال جنگ کردیم راه حل نداره. برو ما با روسا ما مجاهدین جنگ کردیم، میفتیم خاک ما اشغال شده، اینا با امریکایی ها جنگ کردن که خاک ما اشغال شدن، این هر کس جهاد کرد برای خود کردن. اینا وقتی که سر حکومت ساختن آمدیم باید حکومت ما بسازیم. من فکر میکنم که وضعیت افغانستان روز به روز وخیم میشه و بهتر نمیشه دیگه. ملت ما تمام روز رنج میبره و کسایی که در افغانستان در 34 ولایت افغانستان زندگی میکنن اونا کلشان خفه هستن، پریشان هست، دوستایی که به ما زنگ میزنن، با ما تماس دارن، اونا با ما صحبت میکنن. من خود دو بار نماینده ملت بودم، باز کماندان مجاهدین بودم، یک دوره که طالبا آمدن در سال 70 یا 71 تا 75 بودن اونا، شما فکر کنین که در او دوره سرپرست ریاست جمهوری ملا صاحب ربانی بود، خدا ببخشش، وزیر دفاعشان ملا بیدالله بود و هم یک مردم مجاهدین بود. حالا هیچ پرس معلوم در کابل نیست، کل از یا از یک سر مجاهد است، خرد ریزه را نمیشناسن، هر کدام از یک کسی را خوب میزنه میزنه داخل باز میگه که بخن اقوارم، این حکومتداری به ایتو نمیشه یا باید لوی سرم. وکیل صاحب، چیزی که بسیار زیاد واضح است در حال حاضر، طالبان هم دقیقاً به مثل شما بر این عقیده هستند که باید جنگ در افغانستان به پایان برسه. توپ را در حال حاضر طالبان به میدان کسانی انداخته که در خارج از افغانستان هستند، به میدان رهبران جهادی و به میدان مخالفین سیاسی و نظامی خود انداخته و حتی هیئتی را ساخته مبنی بر دعوت دوباره سیاسیون و رهبرانی که در خارج از افغانستان هستند. آیا فکر نمی کنید که یکی از راه های به پایان رساندن جنگ این است که این دعوت طالبان و امارت اسلامی را کسانی که در خارج از افغانستان هستند لبیک بگویند و برگردند به افغانستان و یک جا در کنار طالب و در امارت اسلامی شروع کنند به ساختن یک حکومت نو؟ گپ بسیار عالی و گپ بسیار خوب، به شرط که اعتماد باشه. حال اعتماد خوردن یکی به دیگه، من فکر میکنم که کسایی که اونجا اینا میخواهشان میرن
باز ببی که یک 4 روز بعد یا 5 روز بعد افغانستان بس ترک میگن. گپایی که کسایی که در خارج هست یا وکیلای پارلمان یا سیاسین یا دیگران یا وزیرای کابینه، اونا برن باید در افغانستان وطن ما خانه افغان هاست، باید کشور خود را بسازن. و شرط از ایست که طالب ها از یک طرف میگن که اخ عمومی است، از دیگر طرف از اینا کار بکنن. اینا از شیخ های ایران را ببینین که حکومت خود ساختن، امنیت است. پیغمبر خدا وقتی که صبح میخیست بر نماز اول دعا میکرد خدای در وطن می یک امنیت بیاری، امنیت میخواست. حالا ما امنیت میخواییم، وقتی که امنیت باشه و تماما سیاسی که در داخل است یا در خارج است اگر از اونام کار بگیرن گپ خوب است. خیر است مقامای چوکی بالا از اینا باشند، دیگرها را بخواهند در کشور یک حکومت بسازند که دیگر جنگ رای حل نیست. 45 سال ما شما جنگ کردیم هیچ نتیجه نگرفتیم. به یاد داشته باشی که 10 نفر دیگر از افغانستان خفه باشه یا ناراض باشه، اونا افغانستان ترک بگه، در افغانستان امنیت نبیه. حالا شما فکر کنین که چند میلیون در ایران هست، چند میلیون در پاکستان هست، در اروپا هست، در دیگر کشور هست. خواستم از اونا همیست و از طالبان همیست که باید یک حکومتی بسازن که دیگر در افغانستان کشت خون هم دور شوه و همی هم وطنهای ما اگر زن مرد در کشورهای خارج میرن بر از اونا خوب نیست. و کسایی که موی سفید هست در میسند سال، اونا طالبا یا سر خانهش رفتن یا اونا را لط کوب کرده یا وسایلش برده یا موترش برده یا کش کردن، اونا به خاطر عزت خود افغانستان را ترک گفتن. من خودم میخواستم که من در کابل زندگی کنم و در کابل باشم. من از کابل به زور ای کردن مجبور شدم خاک افغانستان را ترک گفتم، در کشور خارج آمدیم. حالا ما در کشور خارج خوش نیستیم، او وطن ماست و خاک ماست. ما میخواییم که در وطن خود زندگی کنیم، افغان هستیم و جنگ رای حل نیست. حالا خود نه روس است، نه امریکاست، نه کشور خارجی است. بشنن یک حکومت همشمول بسازن که تمام قومات او زندگی کنن و کلگی بفهمن که ما از امی کشور هستیم، این امی خاک ماست، این امی وطن ماست و او وطن سر ما فرض است. مثل که پدر مادر خدا نگاه میکنیم، باید وطن خودم نگاه کنیم. وکیل صاحب، شما در مورد عدم اعتماد رهبران و سیاستمداران به یکدیگر گفتید. عدم اعتماد کسانی که در بیرون از افغانستان هستند به امارت نشینانی که در ارگ اماراتی در این شب و روزها حضور دارند، و در مورد اینکه خودتان مثال بر خودتان بود و خودتان خود را مثال زدید که میخواستید در کابل بمانید اما برخورد امارت اسلامی با شما طوری بود که شما ترجیح دادید افغانستان را ترک کنید. میخوایم یک بار دیگه کمی به عقب برگردیم. در اون شب و روزهایی که همه رهبران و وکلا و نظامیان و سیاسیون افغانستان با آمدن امارت اسلامی پا به فرار گذاشتن و افغانستان را ترک کردن، شما چرا ماندید؟ چه دلیلی باعث شد که شما در افغانستان بمانید و چرا از سوی رهبران طالب و از سوی نظامیان طالب آن برخورد زشت و ناپسند با شما صورت گرفت آقای مجاهد؟ تشکر، بسیار سوال خوب کردید. و در وطنم بود، من میخواستم که در وطن خود زندگی کنم و اگر طالبا از من کار بگیره که چشان میباشم، اگر نمیباشن مشتفید شدیم دیگر. اینمی خاک ماست، اینمی وطن ماست، اینمی کشور ماست. ما حق داریم در کشور خود زندگی کنیم. ما افتخار میکنیم که افغان هستیم، در افغانستان زندگی میکنیم. مگر متاسفانه اونا ما را اجازه ندادن، یک دسیسه را ساختن، نوبجه شو مرا ماسره کردن. با دم صبح مثل که با حبیب الله کلکانی نادرخان غدار پران کرده بودن، دم صبح ساعت 5 بجه به نام قاری بدر که سرپرست ولایت کابل بود با ما در تلفن صحبت کرد. یک تلفن دوست ما که والله بلا سم اطلاع توری سفید ماستی، کلان ماستی، چای تیار که ما میم. من مطمئن شدم اگر نه رای گریز هم داشتم از مرد، یک مردی شیست که اگر فشار سرش میه یک چیزی به قبل برای گریز کنن. و من هم میخواستم که من در کشورهای خارج زندگی کنم. من میال در کشورهای خارج یک متر جای ندارم. اونا وقتی که برشان ما چای تیار کردیم، ما آشپزای خود گفتیم چای تیار کنین و من مطمئن شدم که اینمی قسم قاضی دیگه کردیم، قسم کردن. ما اونا را اجازه دادم که آمدن داخل شدن، هر چیزی کردن اون را به خدا مسپاریم.
آقای مجاهد، شما در منزل مسکونیتان حضور داشتید که طالبان آمدن، یا گفته میشه که شما را از موترهای زرهی که در او قرار داشتید و حضور داشتید و قصد ترک کابل را داشتید دستگیر کردند؟ حرفا و صحبتهای ضد نقیض در مورد نحوه دستگیری شما از سوی نظامیان طالبان به گوش میرسید در او زمان؟ خواهش میکنم، من امی جای پدر ما بود، جای پدر کلان ما بود، من در خانه خود زندگی میکردم. امو شب مهمان داشتم، بزرگای قوم پیش ما آمده بود، بعد اونا از پیش ما اجازه گرفتن، ما در داخل خود اولی من جماعت است، مولای امام داشتیم، ما اونجا برای نماز رفتیم، نماز که من خواندم گفتم من میرم استراحت میکنم، امروز مهمان ها زیاد آمده بود، خسته هستم. وقتی که به تعمیر دیگه ما رفتم استراحت کردم که یک بالا پسر ما آمد، گفت یک 35 موتر آمد، در باغات تیر شد، در اون جایی که من زندگی میکنم گرد گوشش دیگه خانه دیگران نیست، یک گرد گوشش باغ است و جنگل است و خانه حضور نداره. باز ما تماس گرفتم با بزرگای از اینا، با تمامنش، با مولوی صاحبا، تا صبح ما هم نشستم، اینا رو اجازه ندادم که داخل حیاطه خانه ما شوند، اجازه ندادم شان. صبح وقتی که یا همین بزرگای امارت و چند نفر قدیمه قور کردن، قسم کردن، وقتی که ما اجازه دادم با در تاکوه همین تعمیر خود چای هم تیار کردم، آشپزای خود گفتم چای تیار کنیم، ما خود مردم اطراف هستیم، از خود شیر هم همونجا داریم، گوای شیری داشتیم و نانبایی هم دادم، داخل خود اولی ما بود و قیماغ هم از همون گوای خود ما بود. ما گفتم چای تیار کنه، گفتن شیر و قیماغ داریم، ما گفتم تخم هم جور کنه، نانبایی هم بگو که یک چیز نان اضافه تر جور کنن. وقتی که اونا رو ما برشان چای تیار کرده بودیم، در او وقتی که از این پیش داروز پیشش محکتان به نام عبدالله قماندان کابل بود در دیمزنگ، من رفتم در دیمزنگ که از اونا ششتم ملاقات کردم، تو مرم به خدمت باشم، من از کابل هستم، نماینده مردم کابل هستم، 5-6 دارو شفیدای بزرگای قوم هم کتیم بود. اونا به من گفتن من میرم قندار، پس بامدم از این تظاهرات جلوگیری کنین. من گفتم مردم ما نه تظاهرات میکنن، نه خانمای ما از خانه مبرن. بس چای ما هم نخوردیم، خدافیزی کردیم. من با اونا میششتم، میخیستم، در شهر کابل میگشتم، وطنم بود. والا مگه بخوایم وطنم از میرم، مگم یکی بازادم بیزت میشه، مجبور از دیگه در کشور خود زندگی نکنم. آقای مجاهد، پس در این صورت وقتی که طالبان و امارت و امارت نشینان بر عهد خود و بر سوگند خود مبنی بر عفو عمومی و حفظ آبرو و عزت رهبران سیاسی و سیاستمداران و نظامیان افغانستان پایبند و ایستاد نیستند، چطور در حال حاضر دعوت میکنن از سیاستمداران که برگردید و توقع دارن که سیاستمداران به دعوت آنها لبیک بگویند؟ من مثال میزنم، اگر فردا آقای مارشال دوستم با آقای عطا محمد نور و با آقای محقق و خلیلی و اینها بروند و وارد کابل شوند، فکر میکنید با توجه به نوع برخوردی که با شما کردن، آیا برخورد امارت اسلامی، سراج الدین حقانی یا انس حقانی یا ملا برادر با مارشال دوستم برخورد محترمانه ای خواهد بود؟ او مربوط به ما امارت اسلامی است، از اونا پرسان کنیم و کل مردم افغانستان افتر بدون گوشت کت نمیشه، اونا تماشا را در افغانستان میکنن و از ما کده ما میفهمیم اونجا مردم ما سال تلفون هاست ویدوها را روی میکنه تمام آنه چیز او را فقط از خود امارت اسلامی پرسان کن و اونا چه رقم هستن و چی میکنن و شروع در دعوت خود استاد نیستن، از اونا پرسان کنیم. بسیار خوب آقای مجاهد، گروه هایی در حال حاضر در درون افغانستان و تعدادی از رهبران در بیرون از افغانستان به دنبال تشکیل جبهه هایی هستند برای مبارزه نظامی و رویارویی نظامی با امارت اسلامی. من نام میگیرم، مثل احمد مسعود که جبهه مقاومت دو را بر راه انداخته از پنجشیر، مثل آقای یاسین ضیاء سراج که سرپرست وزارت دفاع ملی آقای اشرف غنی و رئیس امنیت ملی آقای اشرف غنی بود، با یک تعداد دیگر از ترکیه که بعضی از فعالیت‌های نظامی را در افغانستان شروع کردند، مثل آقای مارشال دوستم عطا محمد نور و کسان دیگری که گهگدار جلسه میگیرند مبنی بر مبارزه با امارت اسلامی. فکر میکنید که شیوه مبارزه اینها در برابر امارت اسلامی شیوه درستی است و بالاخره منجر به پیروزی خواهد شد یا که خیر؟ یک موضوع. و موضوع دیگر، آیا تا هنوز از شما درخواست شده که از
او ظرفیت مردمی که در افغانستان دارید استفاده کنید تا در برابر امارت اسلامی جنگ نظامی در کابل شروع شود؟ ازاره است، ایماق است، ترکمن است، کل از اونا وطنشان است، باید کوشش کنند که وطن خود را بسازند. جنگ رای حل نیست و ما خودم دیگه نمیخوایم در افغانستان جنگ باشه، یا با طالب بجنگیم یا با دیگرا بجنگیم. حتی به نام سلافی که میگن اونا که هم مخالفت با اونا دارن، اونا رو بخواین بشنن شما چی میخواییم، ما چی میخواییم، اینا بشنن یک حکومت مشترک بسازن، یک حکومت همشمول بسازن. فقط خواست بگه که خدا را میشناسیم، افغانستان را میشناسیم، ما برای وطن کار میکنیم. اگر این کار کنن خوب گپ خوب است. جنگ رای حل نیست. هر کسی که جنگ میکنن، ما خودم طرفدار جنگ نیستم. پنشیریام از همین وطن است، احمد مسعود هم از همین وطن است، طالب هم از همین وطن است، کل ما هم وطن هستیم، برادر هستیم. و این در افغانستان جنگ استخباراتی است. اینا به اختیار خود نیستن، اونا نمیخواین در افغانستان امنیت بیان، میخواین که آسیای میانه را به خطر پرتن. و این امریکایا و انگلیسا رفتن خلیلزاد روان کردن، کابل به طالبان تسلیم ساختن، میخواین که در افغانستان قضیه سوریه را تکرار کنن، که از اون طرف هم تیاره بیا و بمبار کنن وطنهای ما شهید شد، و از اون طرف هم بیا و سلاح دورزن استعمال کنن هم وطنهای ما افغانستان از بد بدتر شد و خراب شد. جنگ رای حل نیست. همیال هم یا یک چانس بسیار طلایی دارن که باید یک حکومت بسازن و در وطن کل افغانهای ما زندگی کنن. آقای مجاهد، زنان حق تحصیل را، حق مکتب رفتن را ندارند. جوانان از حق و حقوق اجتماعی خود دور شدند. تعداد زیادی از مردان و زنان که در حکومت‌های قبلی در ادارات دولتی پست و مقام داشتند، امروز به اجبار خانه‌نشین شدند و از وظیفه سبک دور شدند و منفک شدند. نظامیان افغانستان احساس امنیت ندارند. رهبران سیاسی افغانستان جایی برای حضور در افغانستان ندارند. در این صورت چطور امکان داره که با این وضعیت و با این دیدگاه و با این شیوه مدیریت طالبان کنار آمد؟ آیا فکر نمی کنید که اگر طالبان به خود نیاید، تنها راه حل برای دوباره وارد شدن به کابل جنگیدن با طالبان است؟ من فکر می کنم که اینا کلش می فهمند تمامانه که با بزرگان طالبا از اینه از سابق سر کار ما بود و حال با اونا شناخت دارم. یک چند روز پیش به پاکستان رفته بودم، یک 5 روز در پشاور زندگی کردم. تمام از اینا دخترایشان پانتون خلاص کردن، دکترا دارن، طب خواندن، کلشان کار میکنن. نمیفهم در افغانستان خانما و دخترا را اینا چور اجازه نمیدن. دین هم سر مرد فرض است، هم سر زن فرض است. وقتی که دین سر ما فرض است، هم خانم ما یا دختر ما که از دین آگاهی نداشته باشه، اونا چی خواهد شد؟ سرنوشت هم خانه چی خواهد شد؟ سرنوشت هم فامیل چی خواهد شد؟ 50% جامعه افغانستان تشکیل میده خانما. ما میخواییم که در چوکات شریعت اونا را اجازه بدن که تعلیم کنن. و کسی که اگر زن باشه یا مرد باشه، بدون تعلیم رای حل نیست. اونا را باید اجازه بدن که اونا درس خود را بخوانند، تعلیم کنند. در این 20 سال هرچند که امنیت خوب نبود، در روز انتحاری میشد، در جای مردم ما در پانتون کشته میشد، در مکتب ها 200 نفر 300 نفر شهید میشد، باز اون مردم امو پدرش میرفت روز کراچوانی میکرد، صبح تا دیگر که میرفت صبح بچه خود رایی میکرد در مکتب و در پانتون و در دانشگاه و در اینجا میگه برو درس بخوان. حالا اگر افغانستان 100 سال دیگه به عقب خورد، اگر اینا اجازه نتن این نسل جوانه که تعلیم کنن و درس کنن، درس بخوانن، من فکر میکنم که این کسایی که اینا میگن، من با کل شناخت دارم، کل فامیل از اون تعلیم یافته است دیگه، چون دیگه افغان ها اجازه نمیدن که تعلیم کنن، درس بخوانن. هر کسی، ما هم قانون اساسی داریم هم شریعت داریم. اگر کسی خدای ناخواسته در یک جای در یک جرم متهم بشه، ما شریعت داریم، مطابق قانون، مطابق شریعت در مورد از اون فیصله کنه، اگر مرد باشه یا زن باشن. من فکر میکنم که یک شک است، یک بی‌باوری است که خانم ها را اجازه نمیدن که وارد مکتب شوند یا پانتون بخوانن. آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، 3-4 روز قبل، چند روز قبل تأکید کرد و به صراحت گفت که
بسته بودن دروازه مکاتب دخترانه در افغانستان به دستور پاکستانی ها هست و طالبان دستور پاکستانی ها را اجرا می کنند. شما موافق هستید با آقای کرزی؟ در این مورد من معلومات ندارم، چیزی گفتن نمیتونم. من در یک موردی که معلومات نداشته باشم چیزی گفتن نمیتونم. اگر اون میفهمه خب دو دوره پیشتر اونا در افغانستان رئیس جمهور ملک بود، از ما که پیشتر اونا شاید آگاهی داشته باشه. من خودم در این مورد هیچ آگاهی ندارم. شما تا جایی که من اطلاع دارم با آقای دکتر عبدالله زمانی که در افغانستان حضور داشتید و زمانی که نظام جمهوری برپا بود، شما وکیل پارلمان بودید، آقای دکتر عبدالله رئیس اجرایی نظام افغانستان بودند، رابطه نسبتا خوبی داشتید و رابطه دوستانه ای داشتید. من میخوایم از شما بدانم، به دلیلی که آقای دکتر عبدالله در حال حاضر غیر قابل دسترس هستند، محدود هستند در انجام مصاحبه و شاید اجازه مصاحبه کردن با رسانه ها را ندارند، من میخوایم از شما بدانم که با آقای دکتر عبدالله در این مدت در ارتباط بودید، صحبت کردید؟ یک بار از افغانستان هم به ضمانت آقای مسلمیار رها شده بودند و بیرون به دیدن خانواده رفتند. نظر اونا چی است و چه برنامه ای را در حال حاضر دنبال میکنه آقای دکتر عبدالله؟ من یک چیز برات میگم لشکری صاحب، کمی سران مجاهدین کسایی که هستن در هر قومی که هستن، ما با خودش روابط بسیار خوب دارم، روابط حسنه دارم و اگر آقای حکمتیار صاحب هست یا دکتر صاحب عبدالله هست یا استاد سیاف هست، تمام این مجاهدین را که اگر بزرگای قوم هست یا کسای سران قوم هست، کسای سرگروپ های مجاهدین هست، ما با اونا بسیار روابط خوب دارم. اگر به یک چیز برات بگویم، روز 1000 تلفن از هر طرف برای من میان. ما یک چیز میگم که آقای عبدالله دیگه اونا در کشور هستن و همینجا زندگی میکنن، خوب از وطنش هست، خدا کنه همینجا باشن. با آقای حکمتیار صاحب هم زندگی میکنن، خاندان پیر صاحب هم زندگی میکنن. یک تعداد کسایی که هستن، شما خودتان اون از مکه پیشتر تماشا میکنین که اونا مجبور شدن افغانستان رو ترک گفتن. من خودم به هیچ مجاهدین، به هیچ جهادی کدام مشکل ندارم، به طالبان کدام مشکل نداشتم، مگم اونا با ما مشکل پیدا کردن، افغانستان هم ترک گفتم. من یک سال، یک و نیم سال قبل با شما، بیشتر از یک و نیم سال قبل مصاحبه ای داشتم و در مورد زندگی شخصیتان وقتی پرسیدم، شما از جایدادهای بی حد و مرزتان در منطقه ای که زندگی میکنید یاد کردید و گفتید که هم دارای زمین هستید، هم خانه های فراوان، هم باغ زیاد و جایداد پدری و میراثی برایتان زیاد مانده. ما میخوایم بدانم بعد از آمدن طالبا و بعد از خروج شما از افغانستان وضعیت خانه و کاشانه و باغ و زمین هایتان به کجا رسیده؟ هنوز هم در اختیار شماست و یا از سوی طالبان غصب شده آقای مجاهد؟ نه، خانه و زمین های ما خودش به اختیار خود ماست، اونجا کارگرای ما کار میکنن و به اختیار خود ماست. اگر زمینداری، اگر باغ است، اگر خانه است، در اونجا کسی مداخله نکردن و به اختیار خود ماست. بسیار خوب. آقای مجاهد، آیا به عنوان سوال پایانی، آیا امکان داره که ما شما را شاهدین باشیم که شما یک روز دیگر باز هم به افغانستان برمیگردید و در کابل زندگی میکنید؟ صحبتهایتان با طالبان در این روزها به کجا رسیده؟ آیا نتیجه گرفتید یا خیر؟ من فکر است که ما بچه همون کابل هستیم. شما فکر کنین کسایی که به اروپا و به امریکا رفت توان رفتن شمام داشت، من به امریکای ها نمی رفتم. من که از اونا روابط خوب سابق هم نداشتم، به اصطلاح در لیست سیاهی از اونا هستم. در دیگر کشورهای خارجی رفتم می دانستم و کشور جرمنی و کانادا و فرانسه و دیگر ها من نمیرم. من اینجا نزدیکتر هستم، افغانستان وطنم هست. یک چیز برات میگم لشکری صاحب، که ما 5 سال پیش قبر خود خودم جور کردیم، بعد از خود کندیم قبر خود خودم ساختیم، گفتیم همین وطن ماست، باید ما هم اینجا دفن شویم. افغانستان خاک ماست، ما پس میریم در کشور خود زندگی میکنیم. اگر ما فکر میکردیم در اون وقت حکومت جمهوریت، ما فکر میکردیم که یک حکومت ساخته میشه که حکومت موقت میه و طالبان میه، که ما کسایش در پارلمان و کسایش در ولایت ها و کسیش والی و کسیش وزیر، یک سال بعد یا 2 سال بعد انتخابات میشه، اردو در جای خود میپاید، پلیس در جای خود میپاید، نظام در جای خود. با اون شکل نشد، افغانستان پاشید، توته توته شد، نه اردوی ما ماند، نه نظامی های ما ماند، نه اون سیستمی که بود، نه اون ماندن. خدا شاید است من هر روز رنج میبرم. همین طالبان بچه های از همین وطن از غیرت افغانی دارن،
اونا رو هم یک زن افغان زاییدن، ما رو هم از یک زن افغان پیدا شدیم، ما رو هم زاییدن. این تو نیست که اونا غیرتیستن و ما به غیرت هستیم، یا ما غیرتیستیم و ما به غیرت هستن. اگر اونا با امریکایی ها جنگیدن، ما هم با روسا جنگیدیم. در او وقتی که ما با امریکایی هم 5 سال ما جنگیدم، در او وقت طالب بیخی گم بود، صرف حزب اسلامی فعالیت میکرد. 2 سال 3 سال 2 سال با طالب ها پیدا شد. این سران طالب ها را کلش هم در پشاور میدیدم، در یک جایی که بودن. من خودم هم باز از اونجا فرار کردم، رفتم چین. در چین یک چند وقت زندگی میکردم، باز پس آمدم در از من این سوال پیش هم کرده بدیدم. سعودی زندگی میکردم 5 سال در حکومت غربیان مکو بکو گشتم. حالا این طالب ها آمدن میگه زیر باران در زیر ناوش شدیم. خدا رحم خدا کنه، فقط خدا یارم هدایت بتن که باید یک حکومت بسازن که کل افغان ها در کشور آرام زندگی کنن. بسیار خوب وکیل صاحب، من سوال آخر ای است که اگر طالب می آید با شما مشکل داره، اگر حکومت امریکایی ها می آید با شما مشکل داره، اگر روس می آید با شما مشکل داره. شما تقریبا در تمام، تقریبا میشه گفت که در تمام حکومت هایی که در افغانستان آمده، یا زندانی بودید یا در حال زندگی کردن در بیرون از افغانستان مجبور شدید که باشید. چرا؟ مشکل در کجاست؟ نه، من الحمدلله زندانی نبودم در حکومت که نه من یادم است جناب مجاهد، امریکایی ها یک بار شما رو گرفته بودن. من همین بابا برات میگم، گپ بسیار خوب، سوال خوب کردی. ما با حکومت روسا، ما 5 سال مرا خلقی ها گرفته بود، زندانی کرد. باز از پیش فرار کردم، با اونا جنگیدم، با روسا جنگیدیم، جهاد سر ما فرض بود. و امریکایی ها که آمدن، اینا سر مردم ظلم میکردن، بمبارد میکردن، به جای مردم هم میکشتن، به جای ده یک نفر گناهکار میبود، 10 نفر دیگر با اینا میزدن، شهید میکردن. من مخالف از با بودم و اونا حق نداشتن که در کشور ما زندگی میکردن. یک موتر پیش میبود، 100 موتر افغان پیش سر از او بود، بار اجازه نمیداد. من با اونا مخالف از این گپوش بودم و با طالبا مخالف بیستم که یا باید افغان خود ماست، برادر ماست، مسلمان ماست، خدای ما یکیست، قرآن ما یکیست، یا مزمی وطن هست، وطن بسازن. زدن و کشتن و کیول زدن رای حل نیست. گناهگار مستم چی حق دارک پارزاده مرا میزنن؟ گناهگار مستم چی حق دارن بچه کاکای مرا میزنن؟ گناهگار مستم اگر از مرا ببرن، از مرا تحقیق کنن، قاضی شریعت است، خداست، مطابق شریعت فیصله کنن. اینا کل از یا آمرین هستن، کل از یا قماندان هست. هر کسی که گیر کردن، سر 30 نفر، سر 40 نفر در شهر کابل میزننش، باز آخر میگن که بخن غار میخوره، حل نمیشه. به این خاطر مخالفشان هستم. دیگر دین ما، خدای ما از کل ما یک است، مشترک وطن ما یک است، قبرستانی ما یک است، قبله ما یک است. ما به اینا در دین و در دیگر گپا هم نظر هستم. یکی ظالم باشه، باز مخالفشان هستم. سپاسگزار از شما آقای علاگل مجاهد که وقت کافی برای مصاحبه کردن دادید و فکر میکنم این اولین مصاحبه شما بعد از خروجتان از افغانستان بود. سپاسگزار و خدا نگهدار. تشکر. زنده باشی لشکری صاحب. یک گپ گفتی که امریکایان پیشان به زندانشان بودی. واقعیت که من 15 سال در اختیار از یام بودم، باز الحمدلله همو مجاهدین و قوم در کنار ما استاد بود، تظاهرات کردن، مرا به دور از پیشان پس از زندان از واخلا ساختن. و حالا هم قوم هم اولوس ما کلش در افغانستان زندگی میکنن. باید به یک تعداد کم ما کشور را ترک گفتیم برآمدیم. سپاسگزار از شما آقای مجاهد، خدا نگهدار.